بیانیه وزارت خارجه آمریکا، لیسگزاری آژانس فضایی رژیم آخوندی و دو انستیتوی تحقیقاتی رژیم تحریم‌های امروز نقایص برجام را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که آمریکا در خروج از برجام حرکت درستی را انجام داد. وزیر خارجه آمریکا در این مرکز موشک‌های بالستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. از متحدانمان میخواهیم برای متوقف کردن حامی شماره یک تروریسم در جهان در برنامه موشک های بالستیک به ما بپیوندند. وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه در روز چهارشنبه سوم سپتامبر اعلام کرد آمریکا آژانس فضایی رژیم ایران و دو انستیتوی تحقیقاتی آن را طبق دستور اجرایی 13 382 که ناظر بر تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی سیستم های ارائه و حمایت کنندگان آن است لیس گذاری کرده. تکنولوژی وسیله نقلیه پرتاب فضایی همانند آنها که در برنامه فضایی رژیم ایران استفاده شده همسان و قابل انتباق برای استفاده در موشک های بالستیک است. رژیم ایران از پوش سازمان های فضاییش استفاده می کند تا بتواند فعالیت های مغایر با قدنامی 2231 شورای امنیت را ادامه دهد. تحریم های امروز نقایص برجام را نشان می دهد و نشان می دهد که آمریکا در خروج از برجام حرکت درستی را انجام داد و اینکه دستیابی به یک توافق جهت ممانعت از توسعه موشک های بالستیک با قابلیت استفاده در یک سیستم همخان با سلاح اتمی تا چه حد اهمیت دارد. علاوه بر این سرعت بخشیدن به فعالیت های موشکی رژیم ایران نشان دهنده لزوم فزاینده بازگشت به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل و ممنوعیت های ناشی از آن است که بر اساس آن رژیم ایران هیچ فعالیتی در رابطه با موشک های بالستیک همخوان در برنامه سلاح هسته‌ای نباید داشته باشد. نیزگذاری های امروز تداوم تلاش های آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر رژیم ایران جهت مقابله با تهدیدی است که برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد می کند. این اقدام باید هشداری برای جامعه علمی بین المللی باشد که همکاری با رژیم ایران در زمینه وسایل نقلیه پرتاب فضا می تواند به برنامه موشک بالستیک آن کمک کند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا می مرکز تحقیقات فضایی رژیم ایران مسئول اجرای روز به روز معموریت تصویب شده توسط شورای عالی فضایی است. این مرکز در خدمت آژانس فضایی ایران و همکار مقدم برای تحقیقات و توسعه فعالیتها و حسابداری بخش گسترده ای از کارمندان آژانس فضایی، حفظ و نگهداری مستقلات و امکانات تکنیکی است. این مرکز و آژانس فضایی رژیم ایران مشترکاً با مرکز تحقیقات فضایی رژیم روی مایه پیشراننده برای موشک بالستیک با گروه صنایع شهید همت که از جانب سازمان ملل لیست گذاری شده پروژه های متعددی را به پیش بردند مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد برای اولین بار آمریکا آژانس فضایی غیرنظامی رژیم ایران را تحریم کرد در این مرکز موشک های بالستیک برای توسعه تکنولوژی پرتاب ماهواره مورد استفاده قرار میگیرد. گیرد. پومپو نوشت ما از متحدانمان میخواهیم در این اقدامات به ما بپیوندند تا حامی شماره یک تروریسم در جهان را در گسترش برنامه موشکای بالستیک متوقف کنیم. وزارت خزانداری آمریکا طی بیانیه‌ای در روز سوم سپتامبر تحت عنوان لیستگذاری مربوط به رژیم ایران لیستگذاری منع تکثیر هستهی اعلام کرد موجودیت های زیر به لیست اتباع به طور ویژه نامگذاری شده دفتر کنترل دارایی های خارجی اضافه می شود. انستیتوی تحقیقات ستاره شناسی رژیم ایران، انستیتوی تحقیقات هوافضا، مرکز تحقیقات سیستم های ستاره شناسی، آجانس فضایی رژیم ایران، مرکز تحقیقات فضایی ایران، تحریم شدگان مشمول تحریم های سانویه، منع تکثیر تسلیحات کشتار جمعی مقررات تحریم های مالی رژیم ایران می شوند.